کارگران تا چه حد جذب جنبش سبز شدند آیا آنها مطالبات خود را در جنبش سبز دیدند یک جنبش اجتماعی فراگیر ملزم به طرح های سنفی کارگران هست یا نه سلام من داریوش کریمی هستم به پرگار این هفته خوش آمدید صدای الله اکبر معترضین سبز در مناطقی بیشتر تنین داشت که کمتر کارگری در آنها زندگی می کند می توان از این نتیجه گرفت که شرکت کارگران در جنبش سبز کم رنگ بوده شاید میر حسین موسوی چنین نتیجه ای گرفته و به همین دلیل در بیانی های خود بر اهمیت ارتباط فعالان سبز با اخشار کم درآمد تاکید کرده ولی شرکت در یک جنبش وسیع اجتماعی با شعارهای عمومی چه نشانه هایی از خود به جا می گذارد تا بر اساس آن بتوان دریافت کارگران در آن جنبش حضور داشتند یا نه گذشته از آن آیا جنبش های اجتماعی که بنا به تعریف فراگیر و عمومی هستند ملزمند به طرح خواست های سنفی اخشار مختلف از جمله کارگران این سوال ها را با مهمان های این هفته پرگار در میان میگذاریم در پنل اول محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر مهمان در مؤسسه تاریخ اجتماعی در آمستردام و جمشید اسدی استاد مدیریت اقتصاد در پاریس مخاطبان اونها در پنل دوم فریبا شیرازی خبرنگار و سپیده حدادی فارغ تحصیل جامعه شناسی خیلی خوش آمدید آقای مالجو به نظر شما کارگران در جنبش سبز در جنبش اعتراضی که در خیابون تهران و چند شهر دیگه فراگیر شده بود شرکت کردند یا نه عرض می کنم نشانه های زیادی وجود داره داله بر این که کارگران در نقش شهروندی خودشون در اعتراضات خیابانی هشت ماهه پس از انتخابات حضور داشتن حالا کم و کیف این حضور به کنار اما پرسش اساسی تر شاید این باشه که آیا کارگران در نقش طبقه کارگر یعنی در کنش های جمعی از قبیل اعتصاب هم در پیوند با نخبگان سیاسی جنبش سبز بودند یا خیر من فکر می کنم این سوال به ویژه هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که در نظر بگیریم حجمی از اعتصابات و اعتراضات کارگری در یکی دو سال گذشته به وقوع پیوسته که در قیاس با مثلا نیمه اول دهه 80 حقیقتا بی سابقه بوده برای پاسخ به این سوال من کانون توجه رو از توده های کارگری به سمت فعالان کارگری معطوف میکنم علت هم این هست که در واقع هر گونه اعتراض کارگری در صورتی میتونه به وقوع به پیبنده که از مجرای فعالان کارگری در واقع سازماندهی بشه گمان می بشه سه جریان اصلی رو در میون فعالان کارگری و به این اعتبار سه موضع فعالان کارگری رو در قبال جنبش سبز همدیگه دیگه تفکیک کرد جریان اول در واقع شوراهای اسلامی کار و فعالان اونها هستند که گرچه در واقع از دولت رجایی به بعد از دولت مرحوم رجایی به بعد اینها زیر در واقع از حمایت گروه های اون زمان خط امامی و بعدها اصلاح طلب برخوردار بودند اما در چه پنج, پنج سال گذشته به نحوی از انها حال اختلاف منافع داشتند با دولت های نهم و دهم و از این ره گذر کم یا زیاد زیر زرد بودند. سران جنبش سبز بیشترین اعتبار رو به این دسته از فعالان کارگری میدن اما مجموعه میکنم... خانه کارگر هستن بله در واقع بله. خانه کارگر مقر فرماندهی بله. شوراهای اسلامی کار هستش گمان میکنم اما حساب شوراهای اسلامی کار نزد توده های کارگری اونقدرها از اعتبار زیادی برخوردار نباشه دسته دوم از فعالای کارگری سندیکالیست ها هستند از باب نمونه سندیکای در واقع تهران و هومه یا کارگران نیشکر هفته و امثال هم اینها در واقع تا قبل از 22 خورداد همباره تکید داشتند که در چارچوب نظم سیاسی و اقتصادی موجود عمدتا خواهان در واقع دنبال کردن مطالبات سنفی خودشون هستند پس از 22 خورداد اما رگه های مهمی از مطالبات سیاسی به سیاهی خواسته های اونها همسو با جنبش سبز اضافه شده بیشترین پتانسیل همکاری مؤثر با جنبش سبز نزد همین سندیکالیستاس البته همدلی و همنوایی احتمالی اونها با در واقع نخبگان جنبش سبز کاملا مشروط به جهتگیریهای های اقتصادی کلیت جنبش سبز که البته تا به کنون اونقدرها رگه های مترقی و این جنبش مدنی به لحاظ اقتصادی از خودش نشون نداده سومین دسته از فعال های کارگری هم در واقع اون مجموعی هستن که بر ضد کار مزدی استلاحن فعالیت می‌کنند، و معتقد هستند که تضاد اصلی در ایران تضاد بین کار و سرمایه است دو جناه درگیر در مناظری پس از انتخابات نمایندگان دو بخش گوناگون از برجوازی حاکم هستند و به این اعتبار هر دو به یکسان دشمن طبقاتی طبقه کارگر محسوب میشن و گویی که خطاب به این هر دو جناه طبقه سیاسی مسلط به وام از شکسپیر میگن لعنت بر هر دو تبارتان باد میخوان در جنبش سبت شرکت نمی کنن به همین در جنبش اعتراضی پس از 22 خرداد شرکت میکنن همدلی دارن اما خواهان برقراری هژمونی طبقه کارگر بر این جنبش هاست خیلی... نتیجه گیری که میخوام بلد. بکنم این هستش که به حال طبقه کارگر از اون حیث که طبقه کارگر است هنوز به اطلاف سیاسی با هسته اصلی نخبگان سیاسی جنبش سبز به گمان من مبادرت نکرده بسیار خوب آقای اسدی ایشون میگن که کارگران اگر هم به عنوان شهروند شرکت کردن در جنبش سبز به عنوان مجموعه ای تحت نام طبقه کارگر نپیوستن هنوز به ایشون این اطلاف هنوز شکل نگرفته بله اعتراف میکنم که من با این سوال و با این واژه هایی که استفاده میشه مشکل بسیار دارم اولا وقتی میگید جنبش سبز در که ما از جنبش سبز کدام است جنبش سبز رو من مرحله ای می میدانم از اعتراضات گسترده مردم به نارضایتی هایی که دارند که این بار شکل جنبش موسوم به سبز گرفت در واکنش به تقلبی که به شکل گسترده در خرداد 1388 قرار گرفت این که آیا اینها کی به کی به پیوست اولا متولی جنبش سبز کیست که دعوت میکند کی به آن پیوسته کی به آن نپیوسته البته که ما چهره های مشهور در آن داریم ولی یاداوری میکنم که اگر از این دیدگاه جنبش سبز را ببینیم که این جنبش سبز تنها مرحله ای است از اعتراضات گذشته ای که مردم داشتن و ادامه خواهد داشت در این مرحله چهره های فرادستی پیدا کرد مثلا مثل آقایان موسوی آقای کروبی دوم اینکه شما اگر حتی به لحاظ آماری نگاه بکنید ما بنابر ها بین 7 تا 8 میلیون نفر کارگر در ایران داریم اگر همچنان که دیدیم و حتی مورد اشاره خود آقایان نیست هست تظاهرات میلیونی بود در ایران حالا اگر کودکان و خردسالان هم به ویژه کنار بذارید دست کم به لحاظ آماری نمیتوان منکر آن شد که بسیاری از کارگران در این مبارزه به شکل بسیار گسترده‌ای شرکت داشتن هرچند که مثلا من از ای به عنوان طبقه کارگر نمیفهمم یعنی چی و با این واژه گنگ است چون نمیفهمم نمیتوانم بفهمم مثلا آنچه که مورد اشاره دوست ارجمندم هست خواست های طبقه کارگر رو باید جنبش سبز پاسخ بده یعنی تمام کارگران شدن یک طبقه اون طبقه هم یک خواست داره اون خواستم باید جنبش سبز بهش پاسخ بده من با تمام اینها مسئله دارم اولا کارگران خواستهای مختلف دارن کارگران زندگی اجتماعی مختلف دارن یک بار به عنوان حقوق اعتراض میکنن یک بار به عنوان آزادی اعتراض میکنن بعضی وقتا با هم اختلاف نظر دارن کارگران در فرانسه ای که من زندگی میکنم شما چهار سندیکای بزرگ کارگری دارید اگر قرار بود ما یک طبقه کارگر رو یک خاص داشته باشیم چه احتیاجی بود به چهار طبقه میدونید چه میخوام بگویم میخوام بگویم که یک تفاوتی هست اولا بین مبارزات مدنی و مبارزات سنفی در مبارزه سنفی شما با خواست سنفی خودتون شرکت می‌کنید مثلا معلمان با خواست سنفی خودشون کارگران با خواست سنفی خودشون و باز من واژه طبقه کارگر با هم نامفهومه شما اگر قرار بشه از معلمین صحبت کنید باز میگی طبقه معلم اگر مثلا از نویسندگان صحبت کنید میگی طبقه نویسنده این واژه برای من واژه مارکسیستی بسیار است. اما کارگران، دستمز بگیران، قلم به دستان، جوانان، دانشجویان اینها در طول حیات جمهوری اسلامی خواستهای سنفی و ویژه خودشونو داشتن با اختلاف نظرهایی که میتونه وجود داشته باشه در کنار جنبش های سنفی ما یک جنبش های مدنی داریم یعنی یک جایی قشهای مختلف اجتماع در یک مخرج مشترکی با هم توافق میکنن مثل؟ مثلا آنچه که جنبش سبز شد بسیار خب پس شما هم معتقدید که کارگران در جنبش مدنی با خواستای عمومی و فدا... فراگیر این جنبش شرکت کردند آقای مالجو هم بر همین اعتقاد ظاهرن ولی تفاوت در این هست که آقای مالجو میگن که کارگران به عنوان طبقه کارگر شرکت نکردند و شما میگید ظاهرا قرار هم نیست و اصلا همچین مفهومی رو قبول نداری ببینید کارگر من نمیفهمم یعنی چه؟ دوم وقتی که شما در جنبش مدنی شرکت میکنید قرار نیست با خواست سنفی خودتون حرکت کنید این نکته مهمیه به تعریف طبقه کارگر طبیعتا در این برنامه نمیتونیم بپردازیم اما این نکته ای که آقای اسدی میگن یک جنبش اجتماعی نمیتونه به خواست‌های سنفی جواب بده و پاسخگوی اینها باشه جوابتون چی هست ما جوابم جوابمو کوتاه عرض میکنم ببینید تا اینجای کار با ایشون موافق هستم جنبش سبز مردم ایران یک جنبش مدنی بوده خواسته های فراطبقاتی داشته خواسته هایی که متعلق به همه طبقات بله با عرض منظرت از استفاده کلمه طبقه اما مادامی که این جنبش یه جنبش فراطبقاتی بمونه و رنگ مایه طبقاتی نگیره از جمله رنگ ای که معطوف به منافع طبقاتی طبقه کارگر باشه به گمان من اونقدر که به طبقه کارگر برمیگرده چون بازیگرهای دیگه هم داره این صحنه بله. امکان تغییر توازن قوا به نفع نیروهای در واقع دموکراسی ها رو در شرایط وجود موجود نیست اینکه باید در چالش سیاسی ایران توازن قوا به سود جامعه مدنی و حاکمیت مردمی عوض بشود بحثی نیست و اینکه این کار بیشتر امکان شدنش هست اگر مردم بیشتری بدان به بحثی درش نیست اما دو نکته هست که باید توجه داشت میگویید باید به این جنبش پیوست جوری مطرح میکنید که یک جنبشی وجود دارد خارج از شهروندان کارگر ایرانی چون این نیست این یک جنبش گسترده ای است که در آن شهروندان ایرانی که یا کارگرند یا مهندسند یا قلم به دستند یا بیکارند یا خانه دارند یا کشاورزند در آن شرکت داشته اند و خواهند داشت کسی صاحب این جنبش نیست که کسی در آن شرکت بکنه یا نه دوم این که این جنبش مادامی قوی خواهد بود که مطالباتش و خواستهایش آن خواستهایی باشه که به هر شاقلی در ایران به هر سنفی در ایران اجازه فعالیت و مبارزه برای خواستای خودش بده گیرم که این جنبش مثلا به تصدیق دوست ارجمند آقای مالجو قرار بشه خواستای کارگری رو پاسخ بده خب چطور میشناسه خواستای کارگری رو چه کسی جز خود کارگران خواستای خودشون رو میشناسن و کارگران با هم اتفاق نظر ندارن احتمالا این کارگری که مثلا عمدتا در صنایع کار میکنه که با واردات ربط داره با کارگری که در صنایعی کار میکنه که به تولید ملی کال داره الزاما منافع مشترک ندارن ای بی هم نداره این یک این قوی بودن یک زندگی اجتماعی اجازه بدید این نکته را بکنم این نکته مشترکی که در جنبش سبز وجود دارد حاکمیت مردم است که در آن حاکمیت مردم که ایجاد شد هر کسی از جمله کارگر آن آن چنان که میداند برای منافع خودش فعالیت بکند ممکن است که سندیکاهای رقیب وجود داشته باشد بله اجازه ببینیم سؤالها چه هست خانوم شیرازی پرستش من از آقای مالجو هست آیا مالجو بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی در تحلیل کم و کیف جنبش سبز به نقش کمرنگ جامعه کارگری اشاره میکنن در واقع از 23 خرداد 88 که اون اعتراضات گسترده و فراگیر شیخ گرفت لایه های م... یعنی قشر متوسط یا پایین تر از قشر متوسط حضور کمرنگ تری داشتن این به طور کلی مشهود مشخص بود اگر بپذیریم که پیروزی یک جنبش در گروه ائتلاف همه گروه های ناراضی موجود در یک جامعه هست با توجه به تفاوت سطح مطالباتی که بین جنبش کارگری و جنبش اعتراض مدنی وجود داره یکی بر مبنای آزادی های سیاسی در حالی که جنبش کارگری خاص اصلیش عدالت اجتماعی که تا الان هیچ باستابی در جنبش سبز نداشته شما با توجه به این موضوع چطور میتونید این دو تا گفتمان رو در واقع نزدیک به یکدیگر چه این دو گفتمان چجور نزدیک به یکدیگر میشن من پیش فرض هایی که فرمودید و فقط یک بازبینی بکنم نکته اول کارگران خانواده های کارگری در جنبش سبز شرکت نداشتن در واقع امر هیچ مطالعه مستند یا سرشماری نظرخواهی چیزی نبوده که کسی قاطعانه بگه چنین بوده یا نبوده اما قرائن زیادی وجود داره بر اینکه کارگران همونجور که آقای دکتر اسدی فرمودن در نقش شهروند در خیابون بودن مثل خیلی های دیگری که حضور داشتن اما نکته اینه بعد از اینکه نهاد انتخابات از حیز انتفا ساقط شد ظرف انتخابات شکست دعواهای سیاسی که معمولا در ظرف انتخابات صورت می گرفت ریخت کف خیابون کف خیابون بعد هشت ماه به طرقی جمع شد دوازش نکته اینه در شرایط موجود آیا امکان باز کردن فضای دیگری برای منازعه هست از جمله محل کار از جمله نقطه تولید با کنش های جمعی که اون نوع منازعه می طلبه. من یک فقط جمله معترضه ایرم در قبال نکته که شما گفتید طرح بکنم و اونی که اینجا من بحث توصیه پیشنهاد برای پیروزی یا یعنی نمیدونم چیه جنبش سبز نیست این همین کار رو جناح اصولگرا هم میتونه انجام بده یعنی بیش از پیش البته بیش از پیش واژه بی معنیه اصولا تلاش بکنه برای اینکه خواسته های طبقاتی طبقه کارگر رو جلو ببره و ببینه آیا میتونه اونها رو جذب خودش بکنه توازن قوا رو به نفع خودش جلو ببره بله یا خیر به سوالشون برگردیم در واقع شما به ضرورت جذب طبقه کارگر و کسان دیگه ای در فضاهای کاری اشاره میکنید ولی بله. ایشون رجب امکان تلفیق دو گفت بله. امکان تلفیق دو نوع گفتمان گفتمان مدنی و گفتمان ادالت جویانه صحبت میکنه آیا میشه این دوتا رو در یک جنبه اجتماعی با هم جمع کرد؟ هیچ تناقضی با هم ندارن آزادی بیان آزادی انتخابات آزادی های سیاسی بر حال این لیست بی پایان هستش اینها یک طرف جمع شدن پیمانکاری ها از بین بردن ناامنی شغلی برای کارگران جمع کردن بسات حقوق های معوقه حقوق معوقه برای در واقع کارگران و مطالباتی که آقای اسدی میفرماین سرش در واقع هیچ گونه اجماعی وجود نداره نیون کارگران این گونه نیست منشورهای گسترده‌ای وجود داره البته که تضاد بین هر دو نفر آدمی هست چه برسه به توده عظیمی از آدم ها. اما خواسته های اونها یه خواسته های حد اقلی و مشخصی است. شما من سوال رو از شما میپرسم شما بفرمایید آزادی های سیاسی آزادی های مدنی چه تناقضی با خاسته عدالت اجتماعی داره به نظر من همچین تناقضی وجود نداره اتفاقا همید. صحبت من هم در راستای همینه چون در فضای باز سیاسی و در یک فضای دموکراسی است که میتونه تشکلهای کارگری شکل بگیره و کارگران با تشکل های کارگری بتونن حقوق حقه خودشون رو بگیرن در این اون فضا آنکه آن موازنه قوا به نفع به صلاح حاکمیت هست به نفع جامعه معترضین نیست این فضا این موانع چجوریه یعنی این در واقع این بستر چگونه شکل میگیره تا اینا بتونن بله. مطالبات حداقلشون نکته... رو پیگیری کنن نکته شما نکته به جاییه عرض من این هستش ببینید موانعی که این ائتلاف در پیش روی خودش داره در دو سوه در سمت در واقع هسته اصلی نخبگان جنبش سبز موانع فکری و عمل کردی وجود داره به لحاظ فکری دلبسته گفتار اقتصادی هستند که گرچه رشد اقتصادی رو بالا میبره که گرچه تولید رو بیشتر میکنه اما مواهب این افزایش رشد اقتصادی این انباشت سرمایه رو به همگان پخش نمیکنه. در واقع تلاشش بر این هست که طبقات بالادستی جامعه تنومندتر بشن فر بهتر بشن و از لای دستان اونها چیزهایی هم برای طبقات پایین دست در واقع نشت بکنه درسته؟ این در واقع مانع گفتاری و دیسکورسی است که اینها دارن از سوی دیگه عمل کردی 16 ساله پس از جنگ زیل حاکمیت دولت‌های های سازن سازندگی و, و اصلاحات هر دو همسو با منافع طبقات پایین دستی جامعه نبوده ما به اواخر دوران در حقیقت 16 ساله پس از جنگ که میرسیم مهمترین معزل اقتصاد سیاسی کشور میشه ترد اجتماعی یعنی گرچه دولت های سازندگی و اصلاحات از ره استراتژی بازارگرایانه و در واقع بازار بنیاد تونستن مشکل قبلی رو مشکل انباشت سرمایه را تا حدی تخفیف بدن اما مشکل جدید ترد اجتماعی است یعنی یه جمعیتی به گمان من نه به تحقیق بلکه به تخمین بین 6 الا 10 میلیون از جمعیت ایرانی اه. گرچه حتی اگر سطح زندگیشم بالاتر رفته باشه نسبت در... در, واقع چطور بگم میزان برخورداریش از مواهب این رشد اقتصادی در قیاس با دیگران حتی حتی خیلی, که خیلی خیلی کمتر بریم آقای حسدی در این باره نظری دارن یا نه موافق هستن با این هرگز. از... بسیار اختلاف نظر داریم هیچ وقت در دوران جمهوری اسلامی حتی برای یک هفته گرایش بازار بنیاد وجود نداشته است برخلاف آنچه که مورد اشاره دوست عزیزم آقای مالجو هست در زمان دوران سازندگی که اشارهشون به اصلاحاتی است که به ابتکار آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفت و دوران اصلاحات هیچ وقت بازار بنیاد نبود اقتصاد بازار بنیاد تعریف مشخص دارد و آن کسب امتیازها و فعالیت اقتصادی بر مبنای رقابت آزاد در بازاره ایشون بسیار بهتر از من میدانند که در زمان سازندگی امتیازهای بسیار زیادی به خواست داده شد از جمله به سرداران سپاه داده شد از جمله به شرکت های وابسته به سپاه داده شد فکر اون موقع آقای رفسنجانی این بود که با اعطای این امتیازات سپاه برگشته از جنگ و ساکت و راضی نگه دارد قافل از اینکه چون امتیازات اقتصادی انحصاری به سپاه میداد سپاه و علیه خودش به لحاظ اقتصادی به لحاظ نظامی که قوی بود به لحاظ اقتصادی هم قوی میکرد تا اینکه با آقای احمدی نژاد امتیازات سیاسی هم گرفت نکته دوم هیچگاه از فکر هیچ دولتی در جمهوری اسلامی کمک به مستعفین آنجوری که مورد نظر خودشونه بیرون نبود نمونش کمیته امداد خمینی کمیته امداد به مستعفان کمیته بسیجی های چرا سازگار و سازنده نیست چنین اقداماتی چون این با مورید پروری و با وابستگی به دستگاه های حکومتی صورت میگیره گیرم این مریدها ها فرق میکردن که چه کسی چه مریدی رو بسازه صحبت ما بر سر چیست؟ آنچه چرا که جنبش سبز امروز باید انجام بدهد میگویند باید مثلا صحبت عدالت اجتماعی بکنم خیلی خوب خب چرا صحبت در مورد ما ایرانی هایی که به ظلم از کشور دور افتادیم نکنه در مورد ویزای مام صحبت کنه چرا در مورد دانشجوها صحبت نکنه چرا در مورد حجاب صحبت نکنه چرا در مورد قلم به دستا صحبت نکنه چه کشاورزا وارد کننده ها چایکارا ببینید از جنبش مدنی انتظار نیروانا نمیتوان داشت که پاسخ همه رو یهو یه بده و چون جنبش سبز و خوبه و مردمیه اینقدر خوبه که پاسخ همه رو میتونه بده نیست بله این نکته اجازه هیه. بدید این نکته رو فقط عرض کنم و اینجا تموم میکنم چون این انتظاری نه تنها اشتباه است بلکه خطرناک است شما این پیام رو به مردم میدهید که یک آدمی چون در یک زمانی ما اونو خوب تصور کردیم این پاسخ همه ای چیزای شما رو میتونه بده هم نسلای من بسیار تجربه ناگواری از این این دارن با انقلاب صحبت ما این است که هیچ کسی به اندازه کارگران برای دفاع از منافع خودش مجاز نیست باید اجازه ولی اگر... داشته باشه اگر شما از رهبران جنبش سبز انتظار داشته باشی برای اینکه یک توده عظیمی ملحق شن و به قول ایشون توازن قوا اون وقت به هم بخوره یه سری خواستهای های اقشار خاصی ترشه فکر میکنید این در اصلا تعریف جنبش اجتماعی نمی ببینید اون چیزی که من باش مشکل دارم این است که شما کماکان شهروندان کارگر رو بیرون از این جنبش سبز میذارید شهروندان کارگر با مثال های مختلفی که متاسفانه به علت زیغ وقت نمیتونم به اون اشاره بکنم قبل از اینکه آقایان فراگیر بشوند در جنبش در جنبش های مدنی ایران حضور داشتند و بعدش هم حضور دارند مثال های فراوان میشه در نیزد. این زد این است که کارگران ایران هیچگاه همچون دیگر شهروندان از جنبش های مدنی ایران که بعد از خرداد 1388 نام سبز به خود گرفت بیرون نبودند پس چه انتظاری دارید وارد جایی که همیشه بودند بشوند نشانه های حضور گسترده اخشار کم درآمد چیه که من توی اول برنامه در مقدمه اشاره کردم آیه. اسدی عنوان یک سوال شما وقتی میگید کارگران شرکت کردن به عنوان شهروند این رو چجوری میشه جمع کرد با این واقعیت که اعتراض ها در مناطقی رخ میداد که کمتر کارگری زندگی میکنه و در مناطقی که کارگران کار میکنن در کارخانه جات در محلات کارگری رخ نداد این چی رو میرسونه نه ببینید دو تا فرمایشه اینکه در در جاهای کارگری و کارخانه ف... کارگران شرکت داشتند، مثال ها فراوونه که داشتن این اعتظارات گسترده در شکر هفتپه در تظاهرات مختلفی کرده بودند در سندیکای شرکت واحد تهران و هومه مثال ها فراوونه که مران حضور ذهن ندارم اما را اگر اجازه بدید میتونم در این مورد بکنم اما در جنبش سبز به عنوان خواستهای مدنی که مخرج مشترک سنف های مختلف ایران است که نمی تواند بر مبنای خاص های سنفی باشد مالجو وقت خواهند داشت جواب بدن به این دلیل که به خانم حدادی نرسیدیم اجازه به این سوالشون رو بگیریم بعد به اختلاف نظرها ها میرسیم به نظر میاد یک نوع بیعتمادی در جنبش کارگری یا حرکت های کارگری نسبت به خواسته ها فعالین و رهبران جنبش های اعتراضی و حالا ب... مورد بحث امروز جنبش سبز وجود داره شما دلیلش رو چی میدونید؟ ببینید من اجازه بدید این نکتر ابتدا بهش بپردازم در تمام طول دهه ۸۰ اعتصابات کارگری سال به سال گسترش پیدا کرده در واقع به جایی رسیده که امروز به جای استفاده از اصطلاح تحرکات کارگری چه بسا بتوانیم از یک جنبش کارگری صحبت بکنیم هرچند کماکان ماهیت تدافعی داره یعنی در بهترین حالت در بهترین حالت از داشتههاش میتونه حفاظت کنه نه ماهیت تهاجمی یعنی بتونه داشته های جدیدی رو از آن خودش بکنه این یک جنبشه جنبش سبز جنبش متمایزی بوده این دو به لحاظ سازمانی پتانسیل های همدیگر رو وام نگرفتن در خدمت همدیگه قرار نگرفتن عرض من اصلا این نیست که فرض بفرمایید فاکت هایی که شما میارید درست نیست این یه معنا معنای دیگه شت... کارگران در مقام شهروند شرکت داشتن در این جنبش مدنی سبز ایران اصلا کسی گمان میکنم منکر این نمیتونه بشه این یه بچه بچه که در واقع تمرکز کنم رو سوال شما از جانب امه. کارگران بی... از جانب فعالان کارگری برخی از جریان های فعال کارگری نسبت به سران سبز ها و نخبگان سبز بیعتمادی وجود داره از سمت نخبگان سبز هم نسبت به فعالان کارگری و جریان های کارگری ترس هایی وجود داره من کوتاه این رو عرض بکنم امه. نگرانی فعالان کارگری چیست؟ این هست که چرا باید کارگران مرغ عروسی و عذا باشند؟ چه این جناح بازی رو ببره چه اون جناح بازی رو ببره قرار کماکان شرکت های پیمانکاری سر جای خودشون باشن قرار کماکان 70 80 درصد نیروی کار قراردادی جذبه در واقع شغل بشن قرار هستش که همه مشکلاتی که فعلا دارن م. کماکان اتفاق بیفته چرا چون هر دوی اینها همسو با اون پروژه است که بعد از جنگ شروع شد به دست آقای هاشمی به دست آقای خاتمی در دوره اصلاحات استمرار پیدا کرد به شکل دیگری با کارگزاران و ایجنت های دیگری در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده آقای... بله. استراتژی اصدی... بازار بنیاد آقای اسدی موافق هستند با این ارزیابی شما آقای مالجو میگن که فعالان کارگری نگران هستن که خواست کارگران طبقه رو بذاریم که از خواست کارگران پاسخ نمیگیره چه رهبران جنبش سبز موفق بشن و موازنه به سود اونها به هم بخوره چه عکس در مورد اینکه نسبت به اشاره خانم بود که برخی از کارگران اعتراض دارن و بدگمانن نسبت به چهره های فرانشین جنبش سبز میخوام بگم فقط کارگران نیستند علیرغم اینکه خود من مثلا به عنوان مثال کسی بودم که به یکی از آقایون رأی دادم و کماکان دل در گروه جنبش سبز دارم بسیار انتقادی هستم نسبت به این شکل رهبری کردن جنبش سبز که بنابر مسائل تاریخی امروز وظیفش به دوش آنها افتاده است در این مورد خب کارگران هم. مثل غیر کارگران هستن مثل معلمان هستن مثل بقیه یک اعتراضاتی در این مورد دارم. ویژه خاص کارگران نیست بعد مسئله دوم باز من اشاره می کنم تاثیر چون مورد اشاره آقای مالچو قرار گرفت حتی یک ساعتم از زمان پیروزی انقلاب تا به امروز اقتصاد ایران گرایش بازار بنیاد نداشته است اما این که در این مسائل جنبش سبز اگر به پیروزی برسد باید به کارگران این اجازه رو بده که دفاع از منافع خودشون بکنن حرفی درش نیست صحبت من بر سر این است که جنبش سبز در بهترین حالت میتواند پیروز بشود در این مبارزه که به ایرانی و به شهروند ایرانی اجازه حاکمیت خودشو بده که بعد کارگر مثل معلم مثل زنان مثل بازنشستگان مثل بقیه دفاع از منافع خودشونو بکنن این که مثلا انتقاد میکنن نسبت به پیمانکاری من نمیدونم پیمانکاری به خودی خود چه عیبی داره پیمانکاری فقط وقتی از بین میره که اقتصاد دولتی راه رشد غیر سرمایه بشه این بنده که خدمتون رسیدم الان یکی از کارها که میکنم کار پیمانی است اشکالش چی یا شما کار غیر پیمانی دارید یا کار پیمانی اشکال سر مسئله دیگه است سر این است که مثلا در ایران ما حدود چهل درصد از واحدهای تولیدی با ظرفیت زیر هفتاد درصد کار میکنند در نتیجه حقوق کارگر نمیتونه بگیره کارمند هم نمیتونه بگیره هیچ کسی دیگه نمیتونه بگیره خب یکی از در واقع بحثای کانونی در رابطه جنبش سبز با تحرکات کارگری یا به گفته ایشون جنبش کارگری اینه این سوال اساسی که کارگری که شش ماه حقوق نگرفته تا چه حد رأی من کجاست براش میتونه مهم باشه اگر خواست گرفتن حقوق در اون جنبش اجتماعی تر نشه آقای کریمی کارگران در مورد عدم پرداخت حقوق خود اعتراض میکنند در خیابان هستند بارها در مقابل شهرداری ها اعتراض کردند. شما اگر رهبر جنبش سبز بودی به این خواسته سنفی اونها توجه نمی به دلیل خیلی ساده از اینکه من کارگر نیستم و قیم کارگر نیستم من به عنوان مبارز مدنی کوشش خواهم کرد که کارگران بل استقلال و به ویژه خارج از قیومیتی کسی که به اسم مذهب یا به اسم ایدئولوژی طبقاتی بخواهد جای اونها تصمیم بگیرد کارگران به هیچ کسی احتیاج ندارند که دفاع از منافع اینها رو بکنه فقط باید کاری کرد که چوب نیروهای انتظامی از سر اینها برداشته بشه خودشون بهتر میدونن باید چه جوری دفاع کرد و کارگران منافع مختلف دارن باید در مقابلش دفاع بکنن جنبش سبز در بهترین حالت باید جذب نیرو بکند و حاکمیت مردم رو فرادست بکند آنگاه وقتی که حاکمیت مردم فرادس شد کارگران به روایت خودشون و مطمئنم های. که سندیکاهای های مختلف ایجاد خواهد شد و نه بحث یک اولویت اولویته قبل از اینکه به خانم شیرازی بریم خیلی کوتاه آقای مالجو ایشون میگن اولویت خواستهای مدنی و دموکراتیک یک جنبش عمومی بعد از اون طرح خواستهای های سنفی اولویت از طریق برخواستای... خود اسنا خود اصناف. و نه کسی دیگه که قیمشون بشه آقای مالجو. ببینید به هر حال شعار همه با هم یک دوره ای هم به حال آزمون تاریخی شد گویا کسانی از نتایجش راضی نیستند مسئله خیلی روشن هست ببینید وقتی که بخش هایی از طبقه کارگر بخشهایی از فعالان کارگری این گونه می که در جنبشی شرکت بکنند نه در نقش شهروند در سطح بالاتری از کنش سیاسی از باب نمونه اعتصاب که هزینه‌ای به مراتب بیشتری رو برای اونها داره در جنبشی مشارکت بکنند که رهبری اون در دست کسانی است که از غذا با استراتژی های در واقع مستعمل 16 ساله پس از جنگ که من باز تاکید میکنم چیزی جز استراتژی بازار بنیاد نبوده قضیه تذویر صفر و یک نیست بله البته به تعبیر من یعنی قضیه اینه هر چیزی نیست. که دولتی و سوسیالیستی نیست لاجرم بازاری است کنم از این دیدگاه نه مستاق میاد اگر برخایش بر. یارانه‌ها آزاد سازی فرض کنید تجاری حالا تا حدی کجا بود آزاد تجاری اگر برگدیم نواردش... به بحث اصلی شما داشتید میگفتید که کارگران خواست هایی دارن و اگر شعار همه با هم بخواد عملی بشه با... اینجا اون قطع شد. اینجا ادامهش میدم. ببینید چرا باید در جنبشی شرکت بکنن که در واقع سرانش صاحبان قدرت بعدی احتمالاً اینها همون رویه های اقتصادی رو در پیش میگیرند که امروز این مجموعه رو این طبقه کارگر رو این کارگران رو به وضع نامطلوب بله. رسونده که به حال به نوع خودش میتونه بی سابقه باشه پس با این تفسیر یعنی این تفسیر شما رو اگه بپذیریم در مجموع این افق همکاری و ائتلاف جنبش سبز با جنبش کارگری بسیار تیره هست آیا شما این رو میپذیرید مادامی که موانع ائتلاف برطرف نشه حق با شماست یکی از موانع این اطلاف بازنگری بنیادی در گفتار اقتصادی جنبش سبز و هسته اصلی در واقع نخبگان جنبش سبز به هست. نظر شما ای این شرایط فراهم الان در ایران که بازنگری بنیادین بشه در موقع. نظر به قلبه ای که در واقع تفکر دستراستی و تفکر نولیبرال داره چشمنداز خیلی خوب نیست اما مگر کاری جز در واقع بحث و غیر روزاله کم میشه ولی آقای مالجو یکی از مقالات شما من خوندم که گفتید کارگران در معرض دو تاروز عمده هستند تاروز به قول شما کار و سرمایه و تاروز دموکراسی و اقتدارگرایی در همون مقاله خود شما گفتید که این تاروز دموکراسی و اقتدارگراییه که باید اولویت داشته باشه در واقع این همون چیز که آقای حسدی میگه کاملا این... با این توضیح که اون مقاله نبود سر مقاله بود و به این اعتبار باید در واقع چطور بگم شرایط اون نشریه که این سر مقاله در اون منتشر میشد رو هم در نظر گرفت بخشی از اون سر مقاله که منتشر نشد از قضا به خواست خود من این بود که حالا موانه رو در سمت سران جنبش سبز هم جستجو بکنیم در کنار در واقع توصیه به کارگران برای اینکه موقتا تضاد کار و سرمایه رو در اولویت قرار ندن و به تضاد دموکراسی خواهی و اقتدارگرایی متمرکز بشن در کنار اون این بحث هم بود پس شما همین توصیه آقای اصدی رو به فعالان کارگری می کنید که بیان و در جنبش اجتماعی شرکت کنند برای اینکه به گفته شما تعارض دموکراسی و اقتدارگرایی در شرایط حاضر مهمتر از تعارض کار و سرمایه است این توصیه رو می کنم با یک جمله اضافی اون جمله اضافی در واقع یک جور فراخان برای بازنگری بنیادی در گفتارهای اقتصادی است که بخش عمده ای از نخبگان جنبش سبز در واقع فریفته اون است. بله، آقای حسدی خیلی کوتاه قبل از اینکه سوال بسیار کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون اما اجازه بدید که این پیامو بگم بسیار مهم است. اولا در مورد همه با هم پیشنهاد آقای مالجوست چرا میفرمایند جنبشی که برای مسئله دموکراتی کار میکنه در مورد کارگری هم جواب بده مطمئنم با توجه به قلب نیکی که ایشون دارن مخالف نیستن که این جنبش در نهار در مورد تبعیضی که به زنان هم وارد میشه پاسخ بده در مورد کشاورزان هم پاسخ بده معلمان هم پاسخ بده ورزشکاران هم همه هم رو با هم پاسخ بده دیگه من خواستم از میونه فرمایشات خودتون این سال بپرسم با توجه به اینکه رسیدن به آزادی سیاسی و دموکراسی توی ایران یه پروسه طولانی مدته اگر که جنبش سبز یا حالا جنبش های اعتراضی به خواسته های اخشار مشخص جواب ندن چه تضمینی برای با هم بودن و همراهی طولانی این اخشار با جنبش اصلی وجود داره چون رسیدن به آزادی مدنی یه افق طولانی مدت رسیدن بهش و خب چجوری میشه وقتی که خواسته های اونا رو در نظر نگیره اونا باش همراهی بکنن توی رسیدن به این خواسته بلند بلنده بسیار بلنده تشکر می کنم از این پرسش به خاطر اینکه به من فرصت خواهد داد آن نکته ای رو که میخواستم عرض کنم در مورد فرمایشات آقای مولجو در ادامه عرض کنم خیلی خوب،, خوب یه تیر دو نشان میزنیم از وقت صرف جویی بله بستگی دارد به اینکه چطوری صنف های مختلف میخوان به خواسته خودشون پاسخ بدن اگر به شکل دموکراتیک میخوان پاسخ بدن پس باید اول دموکراسی و حاکمیت مردم در کشور ایجاد بشود و این نقطه مشترک مبارزه شون با دیگر سنفا خواهد بود از این طریق یعنی اول دموکراسی در کشور ایجاد میشود حاکمیت مردم فرادست میشود و بعد مثلا کارگر برای حقوق کار و حق اعتصاب که امروز در قوانین کار وجود نداره دم... می تواند در این چارچوب دموکراتیک مبارزه بکنه این زندگی روزمره آدم هاست شما نمیتونید بگید که از خواسته های روزمره زندگی تون بگذرید تا وقتی دموکراسی پایدار بشه شما اعتراضات سنفیتونو بذارید کنا ما دنبال دموکراسی هستیم دنبال دموکراسی هستیم وقتی خانم خانم من چی میتونم بگم, بگم خب میتونم بگم که من که الان خدمتتون گفتم بله. شما میتونید بفرمایید که نه از همین الان مبارزه بکنی برای خواستهای سنفیتون این که کدوم و مردم بپذیرند همون شکل دموکراتیک است تا به امروز از قرائن این طور برمیاد که مردم مبارزه برای حاکمیت دموکراسی رو بیشتر پذیرفتند البته و این نکته بود که میخواستم عرض بکنم آنچرا که من بدگمان هستم به نفس سوال شما و اشاره آقای مالجو این است که میفرمایند تضاد کار و سرمایه امروز میشه از طریق دموکراتیک رد شه. یعنی چون تضاد و اصل کار کار و سرمایه میدونن وقتی که دموکراسی هم در کشور برقرار بشه یه وقت میگن آقا هنوز تضاد کار و سرمایه هست کارگره حالا بعد قدرت رو گرفت دیگه دموکراسی رو میزنیم کنار و قدرت خودونو میگیریم این جور دفاع از دموکراسی دفاع یاران پیوسته قابل اتکا نیست واسه اینکه اگر تضاد اجتماع رو طبق یک باور ایدولوژی مارکسیستی کار و سرمایه میدونید هر آینه این مجوز رو دارید که دموکراسی رو بر هم بزنید که پاسخ به آن چرا که تضاده اصلی میدانید کار و سرمایه است پاسخ ببنید. در, حالی که دموکراسی که ما باور داریم بین آن چرا که کار و سرمایه میدانید یا هر شهروند دیگری جز یک حق رای بیشتر نمیداند. بله. ببینید اینی که ما چه جوری اگر که ما به خواسته های کارگری یا به خواسته های زنان یا به خواسته های دیگر اخشار توجه نکنیم چجوری ما اینا راضی نگه می داریم که در یک پروسه طولانی مدت با برای احقاق حقوق مدنی شرکت کنند شرکت کنن. بکنن این بله ببخشید یکی از گروه هایی رو که حالا در مورد گروه زنان قبل از انتخابات اتفاقا اینا گروه هایی بودن که نگاه کردم که کدوم یکی از طرفین انتخابات یا داوطلبین انتخابی به رأی زنان بیشتر به خواسته زنان بیشتر اهمیت میدن و به اون اقبال بکنن بنابراین نیست که همیشه آدم ها ببینن که اول به خواسته های دموکراتیکشون برسه در مورد این که باید پاسخ به نیازهای شهروندان مختلف داده بشه شکی نیست اما این کار خود اون شهروندان باید بکنن اگر که ببینید در فرمایشتون فکر میکنم شاید انتقادی وارد باشه این, نکته رو چند بار تکرار میکنید اگر شما رهبر یک جنبش اعتراضی باشید یه استراتژی تدوین میکنید این استراتژی آیا یک عنصرش این نخواهد بود که بیشترین اقشار و طبقات رو جلب این جنبش اجتماعی بکنند اگر من... اینه که آیا میشه جلب کرد بدون توجه به خواستاشون خواستای منهای خواستای مدنی عمومی اگر <تص> گوش شنوایی برای حرف من بود در جنبش سبز منشوری با سه اصل پیشنهاد می‌کردم بله. دموکراسی دموکراسی و دموکراسی بله. در برقراری دموکراسی آنگاه تمام های مختلف و سنف ها برای منافع خودشان میتونن مبارزه کنن آنچرا که امروز جنبش سبز همه به هم میتونن بگن واسه که صاحب نداره جنبش سبز همگان هستند و امیدوارم یک رهبری پیدا بکنند میتوانند به هم بگویند آن است که اگر پشت به پشت هم بدهیم. توازن نیرو را به نفع حاکمیت مردم عوض بکنیم آنگاه هر قشرو سنفی می در آزادی و دموکراسی برای خواستهای خودش مبارزه بکند ببخشید ببخشید این مبارزه توی اوتوپیاییه که شما یک رقیب و یا یک طرف مقابل به قدرتمندی حاکمان در جمهوری اسلام نداشته باشید و حالا همه با هم ما میریم ما میخوایم دموکراسی هم برقرار بکنیم پس برام دموکراسی برقرار میشه همه هم به خواستای های سنفیشون توی اون فاز اوتوپیا برسن من فکر می کنم که من فکر می کنم خانم عنایت ندارید برای من فکر من هرگز نگفتم ببینید آن چرا که اتفاقا همه با هم است اشاره شماست نه اشاره من آنچه را که من میگویم همه با هم به دنبال منافع خاص نمیتوانند برون چون منافع ها با هم اختلاف داره بله. خواهش میکنم اینو به یاد داشته بله. باشید اجازه میدید ما یه سوال دیگه از خانم شیرازی بگیریم برای اینکه خواهش میکنم بله. پرسش من اتفاقا از آقای اسدی هست. آقای اسدی شما به اعتراضات گسترده کارگری اشاره کردید، مواردی را اشاره کردید و یه صحبتی هم کردید در رابطه با رانتایی که در دوره اصلاحات به سپاهیان داده شد و می‌بینیم که خب این بخش از نیروهای نظامی و سپاه پاسداران در دولت نهم نه و دهم ده در واقع کنترل بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور رو به دست گرفتن. از شرکت در پروژه و مناقصه‌های بزرگ نفتی و گازی گرفته تا دخالت در سیستم مالی و بانکداری. با توجه به کنترل نظامیان بر اقتصاد کشور شما چشمانداز اعتراضات کارگر رو در آینده چجوری ارزیابی میکنید؟ بسیار تیره و تار مادامی که اقتصاد دموکراتیک نباشد اقتصاد دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی بازار بنیاد و مادامی که به لحاظ سیاسی دموکراسی برقرار نباشد کارگران همچون هر فعال اقتصادی دیگری و همچون هر شهروند دیگری به لحاظ سیاسی روزگار تیره و تاری خواهد داشت از اونجایی که اقتصاد که بازار بنیاد نیست و راندخاران است در ایران مرتب امتیازها رو به کسانی میده که امروز قدرت دارن فردا ممکن است با یک راندخار دیگری عوض بشه بعید میدونم فکر میکنم قدرت بیشتری دارند سرسختان سپاه و قدرت رو برای خودشون نگه میدارن امتیاز ها نه بر مبنای کفایت و توجیه اقتصادی بلکه بر مبنای همپالگی داده میشه به کسانی دیگه از اونجایی که به این شکل راندخارانه تولید پایین میاد و توجیه اقتصادی برای فعالیت ها وجود نداره اشتغال از بین میره اشتغال از بین بره کارگران و دیگر فعالان اقتصادی با کمبود و بیکاری و گرانی گسترده تری مواجه خواهند شد آقای در ارتباط با همین صحبت های یه سوال میشه مطرح اونم که آقای موسوی به دلیل همین شرایط اقتصادی که ایشون دارن توصیف میکنن آقای اسدی توصیف میکنن مدام توی بیانیه هاش تاکید کرده برای اینکه فعالان سبز با اخشار کم درآمد از جمله کارگران تماس برقرار کنن توضیح بدن و خیلی تاکید کرده که اینها باید خواستای خودشون رو در جنبش سبز ببینن این کافی نیست نه خیر صرف نام بردر در این بیانیه اون بیانیه کفایت نمیکنه من یه مثال حدی فقط میزنم فقط برای اینکه منظور رو برسونم اصلا معناش نیست که طرفدار فرض بفرمایید این نکته خاص هستم اشاره فرمودید بزرگترین معضل امروزی کارگران حقوق معوقه هستش تعطیلی کارخانه ها هستش و مسائلی از این دست یک حالت حدی برای حل این مسئله عبارت از این است که کارگران بیکار کارگرانی که در واقع از معزل حقوق معوق رنج میبرن کارخونه رو تصرف کنن برای خودشون رأسا شغل ایجاد بکنن به زیان صاحب کارخانه اعم از دولتی یا غیر دولتی بسیار خوب آیا این راه حل که در واقع استلاحاً شورای کارگری هست کنترل کارگری بر فرایند تولید هست آیا راه حل های از این دست سران جنبش سبز بهش نگاه مثبت دارن یا خیر من به فقط نظر ن... شما دارن یا نه ا... مطلقا ندارن من مثال حدی رو کردم فقط در این آیا که دلیلش این نیست که اگر چنین توصیه هایی بکنن یا چنین راه حل هایی رو به دیده تایید نگاه بکنن به کلی ماهیت اون جنبش اجتماعی دموکراتیک یا مدنی تغییر خواهد کرد؟ بله، خواهد شد جنبشی طبقاتی معطوف به منافع طبقات پایین دست جامعه و از این ره گذر باید در فردای پیروزی پاسخ بله بدن چون قرار کیک در توضیح شرایطی که یک جنبش اجتماعی با خواستهای حداقلی با چنین مقاومتی مواجهه اون جنبش اجتماعی با اون شیوه ها و اون خواست های رادیکال با چه مقاومتی مواجه خواهد شد؟ اون جنبش اجتماعی نیست با خواسته های رادیکال صرفا ها. اون جنبشی اجتماعی خواهد بود که خواسته های رادیکالش رأسا در محل جدیدی برای منازعه به مورد اجرا میگذاره مادامی که ظرف فراطبقاتی جنبش سبز شکسته نشه و جهتگیری طبقاتی پیدا نکنه نمیتونه نیروهای جدیدی وارد دعوا بکنه خانم شیرت من اه یه سوال دارم در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی در شرایط حاضر از یک سو ایران مواجه هست با تحریم های بین المللی که از طرف جامعه بین الملل از یک سو و آمریکا از سوی دیگه که این خوب به تنگنا و وضعیت خیلی وخیم رو بر مردم ایران ایجاد کرده و به مراتب چشم انداز تاریکتری هم هست برای اقتصاد ایران در آینده و از سوی دیگه طرح اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها رو داریم که خود به اصطلاح چهرهایی از درون حاکمیت بحث فتنه اقتصادی رو برش مطرح کردن و در واقع این فتنه اقتصادی آقای کروبی گفتن که فقط برای ایجاد شرایطی برای سرکوب که اگر موج اعتراضات دو برتبه شکل بگیره با این وضعیت آیا می توان امیدوار نه که امیدوار ولی آیا می توان که چشمانداز اعتصابات کارگری در آینده رو میشه متصور بود مجموعی که شما فرمودید بی تردید های اقتصادی رو در سطح بی سابقه ای بالا خواهد برد اما آیا ضرورتا بین افزایش نارضایی های اقتصادی از یک سو و شکگیری کنشهای های جمعی معدی به یک گزار دموکراتیک رابطه مستقیمی وجود داره من این رابطه رو نفی نمی کنم اما میخوام بگم سناریوهای متصور برای آینده خیلی متنبه هستش ام. یکی دو تا سه تا از این سناریوها از باب نمونه عرض می‌کنم میتونن به گذار دموکراتیک منجر بشن حلقه مفقوده چیه این وسط سازماندهی در درون بدنه بله. کارگری که این نیازمند جذب نظر فعالان کارگری است و بله این اتفاق خیلی توی, توی مسئله شرکت نفت کارگران شرکت نفت در جریان انقلاب افتاد و اون اتصابات سیاسی. بله. بله اتفاقاً بله اجازه میدید من این رو خیلی, 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 خیلی کوتاه عرض بکنم. شرکت نفت نقش تاریخی در انقلاب 57 بازی کرد. بله به دست دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی چنان تغییر ساختاری در بدنه انسانی شرکت نفت به وقوع پیوست. بحثم این نیست که من رفتم بیرون شما اومدی. بله بحثم از غذا شرکت های پیمانکاری از باب نمونه عرض می کنم. چنان تغییر ساختاری اتفاق افتاده که شکلی اعتصاب خیلی خیلی دشوار. اجازه بدید یک سوال کوتاه و جوابی کوتاه بگیریم از خانم حدادی جست های احمدی نژاد چقدر تونست در همراهی جنبش کارگری یا حرکت های کارگری با دولت و فاصله گیری اون از جنبش های اعتراضی که حال جنبش سبز بعدش به وقوع پیوست نقش داشته باشه آقای احمد نجات نه چپ بود نه جست چپ گرایانه گرفت راست ها برای خراب کردن ایدالت. چپ راست ها برای خراب کردن چپ این جست رو به ایشون احاله طول نفر رو ده. بر سفره مردم گذاشتند اینا پوپولیزمه نه چپ آیا سیاست های به قول ایشون پوپولیستی به قول ایشون جست های آقای احمد نجات باعث شده که یه مقدار تحرکات کارگری کمتر با جنبش سبز پیوند برقرار بکنه فکر نمی کنم دلیلش اصلا این باشه کماکان عرض می کنم جنب... کارگران با جنبش سبز پیوند تنگاتنگ داشتند اما مادامی که این ریخت و پاش های آقای احمدی نژاد میدونید آقای حتی وقتی که الان با بلاحاظ قانونی نهادهای رسمی یک گزارشی بیرون دادند و تعیین کردند آنچه که خط فقر شدید هست یعنی گرسنگی خط فقر مطلق هست یعنی در تنگنا به سر بردن و خط فقر نسبی حقوق حد اقل کاری که تعیین کردند حتی بنابر نهادهای رسمی بین خط فقر شدید و خط فقر مطلق قرار میگیره یعنی اینکه حتی وقتی اضافه حقوق میکنن چون اضافه تورم و گرانی به مراتب باشه تا با شتاب و درجه بیشتری است کارگران مثل بقیه دستمزد بگیران روز به روز فقیرتر میشن و در نتیجه نمیتوانند راضی باشند حالا ممکنه یه بار با حقوق گرفتن سال اول فکر کنن وضعشون عوض شده اما با خطا و آزمایش به سرعت پی میبرن که این جور تقسیم درآمد وضعشون رو بدتر از گذشته کرده که بهتر نکرده خیلی کوتاه اگر صحبتی دارید آقای مالجو قبل از پایان برنامه بله برای رسیدن به یک توزیع عادلانه ثروت پیش از اون توزیع دموکراتیک قدرت ضرورت داره من تردیدی در این خصوص ندارم شاید تنها بچه مشترکی که لحاظ فکری امشب تونستم با شما گیر بیارم ولی جناب مانجو حضرت علی معتقد نیستید به دموکراسی معتقدید به تضاد کار و سرمایه و فعالیت اجتماعی بر مبنای مبارزه طبقاتی نه مبارزه دموکراتیک که شهروند را در نظر میگیرد و نه طبقه رو این اختلاف اساسی ما جمله آخر خوطا. این که بنا نیست چپ جدید چپ دموکراتیک جدید قرار نیست تضاد کار و سرمایه رو تمام و کمال از بین ببره صحبت سر ساختارها و نهادهایی است که این تضاد رو کاهش بده و این نیازی به انقلاب پرولتری نداره بسیار خوب خیلی ممنونم به پایان برنامه این هفته پرگار میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه محمد مالجو، جمشید اسدی، فریبا شیرازی و سپیده حدادی این برنامه را رو روی وبسایت ما هم با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید حتما از طریق همین وبسایت برای ما ایمیل کنید ضمنا ما روی فیسبوک هم هستیم شب بر همه شما خوش